چی باعث میشه که من نسبت به وجود خودم تو این دنیا آگاه باشم؟ این آگاهی دقیقاً از کجا داره میاد؟ همش کار مغزمه یا اینکه از یه چیز غیرمادی به نام روح میاد؟ امروز میخوام یه ایده جالبی رو بررسی کنیم که حرفش اینه که آگاهی داخل مغز ما تولید نمیشه، تو کل جهان هستی وجود داره. مغز ما شبیه آنتنی عمل میکنه که این آگاهی رو دریافت میکنه. پس تو ویدیوی امروز در مورد چیزایی صحبت میکنیم که از نظر علمی اثبات نشده. فقط چون علم هنوز نتونسته راز آگاهی رو کشف کنه، میخوایم یه قدم از لبه دانشمون جلوتر بریم و با تخیلاتمون وارد دنیای ناشناخته ها بشیم. اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخنورد کیوریوسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. خیلی ها معتقدن منشأ آگاهی بزرگترین معمای دنیای ماست. چی میشه که یه مجموعه از اتم ها وقتی به یه شکل خاصی کنار هم قرار میگیرن نسبت به وجود خودشون آگاه میشن؟ حتما میدونید که اینجا منظور از آگاهی هوشیاریه، به معنی علم و دانش نیست. نمیدونم تا حالا تجربه بیهوشی کامل رو داشتید یا نه. من خودم بعد از تصادفی که چند سال پیش داشتم 3-4 بار تجربهش کردم. بیهوشی کلن با خواب فرق داره. شما تو عمیق‌ترین خواب زندگیت هم که باشی، وقتی تیغ جراحی رو وارد بدنت کنن بیدار میشی. یا خیلی وقتا رؤیا میبینی، یا اینکه بعد از بیدار شدن تقریبا یه درکی داری از اینکه 5 دقیقه گذشته یا 5 ساعت، چون خیلی از قسمت‌های مغز تو خواب هم مشغول کارن. اما بیهوشی اینجوری نیست. هیچ فرقی نمیکنه چه بلایی سرم بیارن، هیچی از محیط اطرافم حس نمیکنم. آگاهی یا هوشیاری من از بین رفته. البته ما هنوز تعریف دقیقی از آگاهی نداریم. نمیدونیم چیه و از کجا میاد. اما اگه داروی بیهوشی با تغییراتی که تو مغز من ایجاد میکنه باعث قطع شدن آگاهی من میشه، پس چطور میشه گفت منشأ آگاهی خارج از بدن منه؟ منظورم اینه که اگه منشأش یه چیز غیر مادیه به نام روح که جدای از بدن منه، چرا باید تغییر یه بخشی از بدنم، یعنی مغزم، این آگاهی رو قطعش کنه؟ به نظرم دو تا حالت داره. یا باید قبول کنیم که همه چیز فقط تو مغز منه، یا اینکه اگه روحی وجود داره، جسم و روح کاملا مستقل از همدیگه نیستن. تغییر یکیش روی اون یکی هم اثر میذاره. دعوا سر این موضوع از هزاران سال پیش وجود داشته، هنوزم هست. اما یه ایده جالبی هم داریم که یه جور دیگه‌ای به قضیه نگاه میکنه. حرفش اینه که آگاهی داخل مغز ما تولید نمیشه، بلکه تو کل جهان هستی پراکنده است. مغز ما شبیه یه آنتن عمل میکنه که میتونه این آگاهی رو دریافت کنه. باز تأکید میکنم که هیچ اثباتی برای این ادعا وجود نداره. فقط به عنوان یه احتمال بررسیش میکنیم، بعدش هم یه نگاهی میندازیم به مشکلاتش. خب وسایل ارتباطی مثل رادیو یه آنتنی دارن برای دریافت امواج الکترومغناطیسی که از فرستنده ارسال میشه. رادیو چه روشن باشه چه خاموش، این امواج همیشه تو فضا هستن. گوشی‌های موبایل هم رادیو دارن که سیم هنسفری کار آنتن رو براشون انجام میده. وقتی آنتن توی وضعیت درستی باشه، امواج رو خیلی خوب دریافت می‌کنه. اما زمانی که توی حالت نامناسبی باشه، دیگه خبری از اون صدای واضح و تمیز نیست. نویز داره. حالت سوم هم اینه که کلاً آنتن قطع بشه. دیگه هیچی نمی‌شنویم جز یه نویز شدید بی‌معنی. پس تو این ایده آنتن بودن مغز، حالت اول اینه که مغز ما صحیح و سالمه که باعث میشه آگاهی رو به طور کامل دریافت کنه. حالت دوم اینه که یه ایرادی تو مغزمون داریم. مثلا یه بخشی از مغز از کار افتاده. شاید بشه گفت تو خواب هم همین اتفاق میفته. یه بخشایی از مغز غیر فعاله، برای همین آگاهی رو به صورت ناقص دریافت میکنه. یه سری خوابها و صحنه‌های عجیب و غیر واضح میبینیم. حالت سومم که قطع شدن آنتنه، مثل مرگ مغزی یا کمای بدون برگشت.
که این افراد زندگی گیاهی پیدا میکنن، هیچ واکنشی نسبت به محیط اطرافشون ندارن، تمام آگاهیشون یا حداقل یه بخش بزرگیش از بین رفته. خب این ایده به نظر خیلی جالب و هیجان انگیز میاد، اما سوالاتی پیش میاره که هنوز جوابی براشون نداریم. تا هزاران سال هیچ تصوری نداشتیم که چجوری میتونیم دنیا رو ببینیم، اما الان میدونیم که وقتی من به ماه نگاه میکنم، نورش وارد چشم من میشه، میخوره به سلولهای حساس به نور، اینا ترجمهش میکنن به سیگنالهای الکتریکی، فرستاده میشن به مغز، اونجا مغز با استفاده از اینا یه تصویر ذهنی میسازه، اینجوری من ماه رو میبینم. پس اینجا هم چشم من شبیه یه آنتن یا گیرنده عمل کرده، نوری که از قبل تو محیط وجود داشته رو دریافت کرده. قطعاً آدمایی که هزار سال پیش زندگی می‌کردن هیچ درکی نداشتن از اینکه امواج الکترومغناطیسی چیه، سیگنال‌های الکتریکی چیه، نورون و سلول‌های عصبی چیه، ولی الان ما همه اینا رو می‌دونیم. اگه مغز هم به عنوان آنتنی برای دریافت آگاهی عمل می‌کنه، سوالات زیادی پیش میاد که باید جواب واضحی براشون داشته باشیم. سوال اول اینه که آگاهی دقیقاً چیه؟ از چی ساخته شده؟ فرض کنید اونقدر پیشرفت کنیم که بتونیم یه مغز مصنوعی بسازیم که آگاه باشه. حالا باید دنبال یه راهی باشیم برای اینکه از رسیدن آگاهی به این آنتن جلوگیری کنیم. مثلا بذاریمش داخل یه اتاقکی که دیواراش از یه جنسی هن که آگاهی نمیتونه داخلشون نفوذ کنه. آیا میتونیم چنین مغزی یا چنین اتاقکی بسازیم؟ غیر از جنس آگاهی، منشأش هم خیلی مهمه. باید بدونیم از کجا داره میاد. مثلا یه چیزی شبیه پرتوهای مایکروویو کیهانیه که تو کل جهان پراکنده شده، یا اینکه اصلا مال این دنیای چهار بعدی ما نیست، داره از ابعاد بالاتر میاد. اگه اینطور باشه، پس هیچ راهی وجود نداره که اتاقکی بسازیم که آگاهی نتونه داخلش نفوذ کنه، چون چیزی که از ابعاد بالاتر باشه تسلط داره روی ابعاد پایین‌تر که تو ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردم. سوال دوم اینه که دقیقاً کجای مغز من مسئول دریافت آگاهیه؟ از چند دهه پیش جراحی‌های روی مغز آدم‌های بیدار انجام شده که باعث شده بتونیم نقشه‌هایی از قسمت‌های مختلف مغز تهیه کنیم. این جراحی‌ها نشون داده که وقتی بخش‌های خارجی مغز دچار مشکل میشن، مشکلات حسی و حرکتی برای اون شخص پیش میاد، اما همچنان هوشیاره، آگاهی سر جاشه. در صورتی که وقتی قسمت‌های داخلی یا ساقه مغز آسیب می‌بینه، آگاهی ما تحت تأثیر قرار می‌گیره. مثلا آسیب شدید به تالاموس باعث میشه اون شخص وارد کمای عمیق بشه و شاید دیگه هیچ وقت بر نگرده. جالبه که نورونای این قسمت تالاموس زمان خواب هم دچار یه تغییراتی میشن. پس آیا میتونیم بگیم این بخشای مغز مسئول تولید یا دریافت آگاهی هستن؟ خب مشکل اینجاست که رفتارای مغز ما اونقدر پیچیده است که حتی اگه وظیفه تک تک سلولاش هم بدونیم، بازم پر از معماست. سوال سوم اینه که آگاهی ما از چه زمانی شروع میشه؟ آیا ما تو شکم مادر هم از وجود خودمون آگاهیم، ولی چون زمان زیادی ازش گذشته چیزی یادمون نمیاد؟ یا اینکه آگاهی بعد از تولد شروع میشه؟ شما یادتون میاد اولین باری که از وجود خودتون مطلع شدید کی بود؟ به نظر میاد آگاهی ما یه چیزی نیست که به طور ناگهانی شروع بشه و به طور ناگهانی هم تموم بشه. همینطور که مغز ما شکل میگیره و رشد میکنه، کم کم آگاهیمون نسبت به محیط اطراف کاملتر میشه. اگه با دیدگاه آنتن بودن مغز بهش نگاه کنیم، تغییراتی که تو طول زندگیمون داخل سلولای مغزیمون اتفاق میفته، باعث میشه که آنتن ما آگاهی رو به شکلای متفاوتی دریافت کنه. همینو میشه در مورد حیوانات گفت. شامپانزه ها یا بعضی میمونای دیگه وقتی تصویر خودشون رو تو آینه میبینن، متوجهن که این خودشونه، یه موجود دیگه نیست.
شاید بشه اینجوری توجیهش کرد که هرچقدر مغز موجودات پیچیده تر میشه، توانایی بیشتری پیدا میکنه برای دریافت آگاهی. سوال چهارم اینه که اگه منبع آگاهی همه ما یکیه، پس این همه تفاوت ذهن آدم ها با همدیگه از کجا میاد؟ شاید بشه اینجوری گفت که چون ساختار هر مغزی با مغزای دیگه متفاوته، مقدار و کیفیت آگاهی که دریافت میکنه هم با بقیه فرق داره. ولی خب بعضی از آدما مثل دوقلوهای همسان یا مادر و بچهش که شباهت‌های جسمی زیادی دارن، چیزای عجیبی تجربه میکنن. مثلا زیاد پیش میاد که مادرها وقتی یه اتفاق بدی برای بچهشون میفته، حال بدی پیدا میکنن، حتی اگه از همدیگه خیلی دور باشن. شاید شباهت‌های مغزیشون باعث میشه یه بخشی از آگاهیشون مشترک باشه. سوال آخرم اینه که حد نهایی آگاهی چیه؟ یعنی این چیزی که الان ما انسان‌ها داریم دیگه ته آگاهیه یا از این بیشتر هم امکانش هست؟ شاید اینجوری باشه که هرچقدر آنتنمون رو تقویت کنیم، آگاهی بیشتری دریافت می‌کنیم. شاید موجوداتی تو جهان هستی وجود داشته باشن که اونقدر آگاه شدن که مثلا میتونن توی چشم هم زدن تو فضا و زمان جابجا بشن، هر چیزی که اراده کنن ساخته بشه، یا خیلی توانایی‌های دیگه که به نظر ما غیر ممکن میاد. همونطور که از نظر یه میمون توانایی‌های ما خیلی عجیب و غیر ممکنه. خیلی ها معتقدن معمای آگاهی هیچ وقت حل نمیشه، چون راهی برای مشاهده یا اندازه‌گیریش نداریم. معلوم نیست همش داخل مغز خودمون تولید میشه یا اونطور که ادیان میگن از یه چیزی به نام روح میاد که مال این دنیا نیست، یا اینکه یه آگاهی کلی داریم که از ابعاد بالاتر میاد و مغز ما فقط مثل آنتن دریافتش میکنه. علم ما هنوز جوابی براش نداره.